بینندگان عزیز، با سلام به شما. امیدوارم اوقات خوبی رو پشت سر گذاشته باشید، اوقاتی بهتر در انتظارتون باشه. امروز جمعه است، ششم ماه دسامبر سال 2019 میلادی و برابر است با 15 آذر ماه 1398. این برنامه از واشنگتن بغل کاخ سفید پخش میشه. یه دوستی داشتیم از من کمتر میدونست، گفت که آقا شما که ویرجینیا هستی. گفتم بیچاره، انقدر ویرجینیا و واشنگتن و مریلند نزدیک هستن که اصلا بهشون میگن DMV، دیستریکت آف کولومبیا، M برای مریلند و V هم برای ویرجینیا. در هر صورت اب نداره، بعضی از این دوستان چون مخالف هستن، چیزی که به نظرشون نمیرسه مجبور میشن ایرادهای اینجوری بگیرن و ایبی هم نداره. بذارید من اینا رو برای شما ردیف کنم، نشون بدم و بیایم. امروز ساعت 3 بعد از ظهر با آقای امیر حسین لادن هستیم. سعی میکنم که ساعت 5 بعد از ظهر با دکتر حسن ماسالی باشیم و مخصوصا چون ایشون مصاحبه ای رو انجام داده و توی اون مصاحبه راجع به این که مردم باید اسلحه داشته باشن، باید به اصطلاح با دولتی که حرف حساب سرش نمیشه با اسلحه روبرو شد و اینها، میتونیم امیدوارم ساعت 5 بعد از ظهر، یعنی 3 ساعت دیگه 8 دقیقه کمتر، با ایشون باشیم. شما هم اگه سوالی دارید میتونید از الان ارسال کنید یا میتونید با این شماره تلفن. اجازه بدید من براتون بیارم اینجا، این 202-695-2573، یا از طریق تکس یا از طریق پیام مسیج بذارید و با هم به اصطلاح پیام شما رو با آقای ماسالی در میون میذاریم. و اما صحبت از پیام و اینها شد، اجازه بدید تا من به آقای خسرو بهرامی، در چند جلسه گذشته اشتباهاً اسم ایشون رو گفتم بهرام خسروی، دلیلش هم این بود که با دوستمون آقای اکبری از آلمان داشتیم درباره آقای خسروی یا خسروانی که هم کلاسی ما بوده صحبت میکردیم. دیگه مغزم بالای 60 که میرسه یه کمی آهسته میشه، خیلی ایراد نگیریم. آقای خسرو بهرامی هر وقت دوست داره، وقت داره برنامه رو نگاه میکنه، همون موقع هم تلفن میزنه، پیغام میزنه و ایشون لطف دارن، مایل هستن که بیان اینجا و برنامه داشته باشن. من بارها بهشون گفتم از موقعی که ما آمدیم این منزل کوچولو جا نداریم حقیقتا. حتی من با آقای ماسالی هم گفتم اگه امکان داره از طریق اسکایپ با هم برنامه داشته باشیم. ایشون گفت که من کلا میخوام بیام ببینم تو اینا. گفتیم باشه، تشریف بیا. و مشکل دیگه اینه که هر کسی میخواد حرف بزنه میخواد همون موقع حرف بزنه و ببخشید به غیر از این که میخوان حرف بزنن میخوان فریاد بزنن. حالا یه نمونه شو من براتون میارم، آقایی به نام هوشمند بلک هوش. قبلا هم اتفاقا نوشته های ایشون رو من این ورانور خونده بودم. اولا اسم و فامیل ایشون وقتی شما میمیسی هوشمند فکر کنم باید HOU باشه، ایشون می‌نویسه HUOSH، اب نداره هر جور دلش میخواد بنویسه، مهم نیست چون ما الفبامون چیز دیگه است و میایم اینجا. خب ایشون عکسی که روی صفحه فیسبوکشون گذاشتن عکس پرچم اسرائیل هست و پرچم ایران، که این کارهای اشتباه و غلط هست که اون ستاره داوود رو دم قسمت باسن شیر گذاشتن. این همون نادانی هایی هست که بدونی که بدونیم، کلمه نادان کلمه بدی نیست، من یه چیز من خیلی چیزا رو نمیدونم، من درباره هواپیما نادانم، ولی از بس به صورت توهین به هم دیگه گفتیم شده به اصطلاح توهین و حرف بد و الا خیلی چیزا هست ما نمیدونیم، هیچ اشکالی هم نداره، قرار نیست همه چیز رو بدونیم. این آقا، حالا برمیگردیم با آقای خسرو بهرامی، این آقا هم نوشته بود که من میخوام صحبت کنم. گفتم آقا اینجا همه میتونن بیان صحبت کنن، بذارید من نوشته ایشون رو بهتون نشون بدم و ببینید ما از صبح تا شب با این 20,000 نفری که این ور اونور میبینیم و یعنی صفحاتشون رو میبینیم و آشنا هستیم چی میگن. نگاه کنید، من میخوام به شما بگم که ما حتی
ارتباط برقرار کردن را هم بلد نیست. ببینید اینجا کامرای دو، نمیدونم شما میتونید بخونید یا نه، یعنی بذارید استاپ کنم که کامرا عوض نشه. نگاه کنید این بالا نوشتن هله بزرگوار، منظورشون لابد بله است. بله بزرگوار، فردا شب که اومدم خونه باهاتون هماهنگ میکنم، خوش باشید و سلامت. حالا این مال کی بوده خدا میدونه. بعد 27 می تماس گرفتن، درود، تشریف دارید جناب سوربی، خیلی 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 عصبانی و داغون هستم، دلم میخواد برم هوار بکشم، دارم به جنون میرسم. خب دوباره گذشته رفته، اینجا نوشتن مگه برنامه‌تون تموم نشده؟ من هر بار برنامه‌تون وصل شدم بعد از چند دقیقه ارور داد و قطع شد، من میخوام حرف بزنم. من براشون نوشتیم که دوست گرامی، در تلویزیون مردم همه میتونن صحبت کنن، اگر از قبل با هم صحبت کنیم و قرار بذاریم خیلی بهتر میشه، شاد و سلامت باشید. من برای همین آقای خسرو بهرامی از طریق تکس پیام فرستادم، تکس فرستادم، قرارم گذاشتم حتی یه روز جمعه اگه میخوان بیان اینجا، با وجودی که گفتم جامون کوچیکه و فلان اینا، ولی باز گفتم بیان اینجا. بذارید این ویدیوهای پشت سرم هم روشن کنم، ما که اینجا هستیم کارمندا درست کار نمیکن. خلاص حالا به این نتیجه رسیدم من امروز با آقای خسرو بهرامی زنگی بزنم و ببینم ایشون چی میگه، چون دو سه روز گذشته هی نوشته بودن دروغ میگه. نوشتم آقا کی دروغ میگه؟ خب آقا این چی شما هی مینویسید دروغ میگه دروغ میگه؟ نوشته بعدش سوربی دروغ میگه، چون میگه شما پیام بذارید من پیامتون رو پخش میکنم. اگه اون هست بله من دروغ میگم، ولی شما قسمت دومش رو، یه ضرور مسئله بدی هست، میگن چیز رو دیدی کدو رو ندیدی و اینها، شما باید جمله رو کامل در نظر بگیرید. قسمت دومش من میگم اگر پیام شما در رابطه با برنامه‌ای باشه که من اون روز میخوام اجرا کنم، پیام شما رو پخش میکنم، ولی اگه هر کسی از حمام که بیاد بیرون میخواد بشینه آواز بخونه به ما زنگ بزنه، ما که پیامش پخش نمیکنه، بخونه انقدر داد بزنه و بخونه، ما هم تا میشنویم پاک میکنیم میندازیم دور. آخه من متوجه نیستم درباره چه موضوعی شما میخواین صحبت کنید، ولی زنگ بزنیم امروز ببینیم که چه میشه. ببینیم که آقای خسرو بهرامی این هم تلفن و پیام ایشون رو گذاشتم که ای کاش همه دروغگوهای دنیا مثل ما بودن. یکی از محاسنات، ما ماشاءالله 100 تا محاسنات داریم، یکی از محاسنات این تلویزیون رو من اینه که دوستان میگن آه شما خیلی صادقانه و بیشیل پیله صحبت میکنید، و به همین خاطرم من نه مجبورم دروغ بگم، نه از کسی میترسم، نه از کسی حقوق میگیرم که مجبور باشه به خاطر حقوق دروغی بگم، چاپلوسی کنم. ولی بذارید تماس بگیریم ببینیم که خب 516 این شماره تلفن ایشون هست، کیپد 516 زدم 518 ببخشید 516 نمیدونم که میخوان تلفنشون رو ما روی صفحه بگیم یا روی برنامه بگیم یا نه، ولی در هر صورت حالا ببینیم که ایشون چی میگه. آقای بهرامی سلام، سوربی هستم از تلویزیون مردم. به شهادت این ویدیو و به شهادت مردمی که دارن میبینن، من با شما تماس گرفتم و این درست همون ماجراییه که من میگم. اینجوری فایده نداره که هر وقت شما وقت دارید دلت میخواد به من زنگ بزنی،
هر وقت من وقت دارم دلم میخواد به شما زنگ بزنم. شما الان ممکنه بچه هاتو میخوای از مدرسه برداری، ممکنه مسافرت باشی، ممکنه سر کار باشی، و هر کدوم از ماها یه سری معذوریاتی داریم که باید اونا رو انجام بدیم. حالا ایشون مسکی زنگ زده، بذاری ببینیم، میگه که hold and accept and call. هلو هلو آقای بهرامی؟ بله بفرمایید. من سوربی هستم، چون شما نوشته بودید. خیلی ممنون، والله حالم خوب بود، ولی چون شما نوشته بودید سوربی دروغ میگه، گفتم این یه برنامه خوبی میشه که ما از آقای خسرو بهرامی استفاده کنیم. اولا دروغای من رو به مردم بگه تا مردم من رو بهتر بشناسن. اگه دروغی گفتم، اگه دروغ میگه خورو دلخور نشین، واقعیت رو میگم. شما خب میگین زنگ بزنین بیننده این تلویزیون مردم زنگ میزنیم، نه گوش میکنی از ماشینو، نه میذاری کسی بفهمه چی میگی. هر کاری که دلت میخواد میخوای خودت انجام بدی، تلویزیون شخصی دلت نداد خودت رو میگی دیگه، و نگو حال مردمه. این تلویزیون مردم نمیشه. من برای شما 6 تا مسیج گذاشتم، جوابش نمیدی. اگر برات امکان نداره برنامه بذاری، بگو من امکان نداره، یه تک کوچولو دو دقیقه طول نمیکشه. بذار برای من امکان نداره. حالا اگر آقای بهرام، اگه شما آمدی اینجا، من به شما نشون دادم تکستاتون رو جواب نوشتم، شما به فارسی مینویسی، بعد که من مینویسم نمیخونی، بعد ضمناً شما میگی من چون میگم تلویزیون مردم نباید بگم، و الا هر کسی پیام میذاره من باید پیامشو پخش کنم الی آخر. شما من یاد اون جوکی انداختید، اجازه بدید، یاد اون جوکی انداختید. طرف رفت تهران، گفت که طرف رفت شمال، گفت من میرزا قاسمی میخوام، یه همچین چیزی میگن. بعد گفت که آقا این که مثلا میرزا توش نیست که. بعد گفت ما میان تهران شیرینی ناپلئونی میخریم، مگه توش ناپلئونه؟ آقا این اسم تلویزیون مردم معنیش، ببخشید عذر میخوام اینو میگم، معنیش این نیست که اینجا هر کسی میتونه بیاد و هر چیزی بگه. بدونید حتی بگه که هر کسی حرف میزنه مسئول حرف خودش هست. نه، اجازه بدید. نوکر شما غلام سیاه. بله. به من دستور نده. من دستوری به شما ندادم. آره. همه الان شما داری دستور میدی. حالا بگذاریم از این موضوع. اینجا حکومت، شما یه حکومت دیکتاتوری برای خودت درست کردی. فکر میکنی به همه میپری. توجه به حرف دیش که نمی کنی، هر چی که خودت میخواد میگی. و با همه اینا، اجازه بده، با همه اینا شما تو این حکومت دیکتاتوری الان چند سال با این تلویزیون مردم تماشاچی هستی، برنامه گذار بودی. و برای من خیلی جالبه، موقعی که ما امکانات اسکایپ و اینا رو نداشتیم، شما با تلفن و عکس و اینا برنامه به اون خوبی که هنوز روی ویدیو شما هست اجرا میکردی. زمان آقای مصطفی زاده رو میگن. الان که این همه حرفی ندارم، میگم شما این حرفی که میزنی یا حکومت دیکتاتوری برای خودت درست میکنی. من حرفی نمیزنم، میگم قربان برم. شما که میگی مردم شما مسیج خانم رو میذاری، بعدا میگی آقا برنامه هم زنگ زده. خب زنگ زدم، بعد شما زنگ زدم انتظار داشتم جواب بدی. جواب اگه نمیدی، در انتظار داشته باش دیگران هم باید یه چیزی بگن. آقا شما تکستاتونو بخونید ببینید، من حتی یه روز جمعه منتظر شما بودم که بیای اینجا ساعت 11 برنامه داشته باشیم. شما به قول آمریکایی‌ها ریسپانسیو نیستی، یعنی تکسا رو یه طرف شما من دو تا تگ از شما گرفته به فیسبوک من تماس گرفت. من گفتم با شما با فیسبوک براتون مسیجم گذاشتم، با فیسبوک نمیام. گفتم شما خودتون بریم برنامه‌های خودتون با فیسبوک رو ببینید چرا قد وزن میشه. بله احتمالاً احترام به حرف خودم میذارم. آقای بهرامی بله. اجازه بده. خب شما وقتی یه چیزی رو میگی بذار یه مشکلی حل بشه. آخه شما تا صبحم بخوای حرف بزنی، بعد من ببین شما تا صبحم حرف بزنی، اگر فقط همینجوری بگی و گوش ندی اون ورش، مشکلمون حل نمیشه. اولا دوستانی که اینجا هستن، کسایی که فیسبوک ما رو از اول تا آخر میبینن بدون اشکال،
لطفاً یکی یکی روی فیسبوک بنویسن، من میبینم بدون اشکال. اونایی که میبینن اشکال دارن بنویسن چرا اشکال دارن. احتمالاً تو ماشین نشستن با فیسبوک با اینترنتی که از این مغازه میره اون مغازه قطع میشه دارن تماشا میکنن. این همون چیزی که من میگم. حالا اصلا همه این چیزها رو شما بذار کنار، این تلویزیون مردم صاحب کن جوابت بشنو قربان، صاحب کن جواب خودت بشنو، برو ویدیوهای قبل خودت رو با فیسبوکت نگاه کن تو یوتیوب ببین چقدر قطع وصل میشه با آقای لادن با آقای عزیز من عزیز من. این نشون میده که اشکال از شماست، چون الانم که من میخوام به شما بگم یه جوری این اشکال رو رفع کنی، شما باز به من میگی برو ویدیوهای خودت نگاه کن ببین چه جوری قطع و وصل میشه. آقا قطع و وصل نمیشه، قطع و وصلش اشکال از اینترنت شماست، از وای فای شماست، از اون شهر نیویورک بسیار زیبا با ساختمانهای بلنده. ما داریم اینو به شما میگیم، حالا همین الان داریم این مشکل رو حل میکنیم. بفرمایید آقا. آقای سیاوش محمدی نوشته بدون اشکال. خب اینم دوست منه، شریک منه، شوهر خواهر منه، نوشته بدون اشکال من میبینم. اگه ایشون میگه بدون اشکاله، من میگم بدون اشکاله، خانم تننازی از فرانسه میگه بدون اشکاله، شما فکر نمیکنی باید یک جا خانم تننازی که میگه بدون اشکاله شما داشتین برنامه‌شو پخش می‌کردین شش دفعه قطع و وصل شد. باز شما داری حرف خود تو میزنی. شما برو تو یوتیوب برنامه خودتو با خانم میگی نگاه کنی. چشم. براتون دستگیر بشه یه چیزی. چشم. اگه یه دینه هم بهتون یک چی بهتون میگه اشکال داره، شما زود فکر نکنی همه چیزو پرفکت. خودتون تو برنامه خودتون میگی این برنامه اشکال داره. نمیدونم مال صاحبای فیسبوکه، مال یوتیوبه، مال کجاست که اینجوری همه اشکالا رو میگی خودت هم تو برنامه خودت. آقا آقای بهرامی، این دقیقا نشون از صداقت منه، چون مثل تلویزیونای دیگه نمیام اگه پول اینترنت رو نداده، اگه پول ماهواره رو نداده، بیام به دروغ بگم آقا امروز آخونده یا کوبا ما رو زدن پارازیت. خیلی صادقانه میام میگم در برنامه قبلی با اینترنت با آلبانی تماس میگرفتیم، به خاطر طولانی بودن برنامه صدای ایشون میومد قطع و وصل میشد، دوباره زنگ زدیم درست شد و همم شاهد هستن. این من بهش افتخار میکنم که میام صادقانه به مردم اشکال رو میگم. حالا بعدن شما نگو اشکال نده با همون آقایی هم که تو آلمان هم کردی خودت هم شیش دفعه قطع و وصل شد برنامه تو. عزیز من، طرف شما قطع و وصل میشه. شما با آقای اکبری تماس بگی بگو آقای اکبری وقتی سوربی داشت برنامه پخش میکرد قطع و وصل شد، اگه گفت نه اون وقت شما برو دنبال اینترنتت. این یک. حالا ببین میگه من آقای خانم تننازی میگه آقا من هرگز با تلویزیون مردم برنامه نداشتم. شما میگید وقتی با این خانم تننازی برنامه پخش میکردید قطع و وصل میشد. آقای بهرامی، شما که تو سازمان ملل بودید، خودتون برنامه خودتون رو با اون خانم نگاه کنید. با کدوم خانم؟ همین خانم تننازی میگید تو یوتیوب برید شما برنامه خودتون رو با اون خانمی که تو فرانسه صحبت میکردید تو یوتیوب نگاه کنی اگه قطع وصل شده بود. آها شما خانم جیلانی رو میگی. اوکی آقا. اوکی. چشم نگاه میکنم. دوستان شما هم لطف کنید اون برنامه رو. من همین گفتم. آقا بذار منم حرف بزنم. درسته. آقا من اولین کسی هستم که میگم کارمون خیلی خرابه. من کی گفتم همه چی درسته؟ کارمون خراب نیست. این گفته شماست که میگه کار مردم ایران خرابه. نه حرف منو عوض نکن. ببین حرف منو عوض نکن. من هیچ وقت دقیقاً من هیچ وقت نگفتم کار مردم ایران خرابه. من گفتم کارمون خیلی خرابه. از لحاظ فارسی کارمون خیلی خرابه میشه دوم شخص مفرد، اینم ضمیر ملکی بهش میگن. چی میگن؟ یعنی کار مردم ایران خرابه. اگه من همچین چیزی گفتم غلط کردم. اگه شما هم هیچ مشکلی نیست. بله هیچ مشکلی نیست. آقا آقای
آرمان مجیدی نیک دل میگه من هرگز از فیسبوک تماشای برنامه مشکلی نبوده. حالا اینا همه رو شما ول کن، چون شما تو سازمان ملل بودی. جدیداً یه آماری از سازمان ملل داده شده که بیش از 200 نفر در ایران کشته شدن، ولی سازمان‌های دیگه ادعا میکنن این خیلی زیادتره، حتی عدد 1000 رو گفتن. از اون برم شنیدیم که خامنه ای و آخوندهای دیگه در پی این هستن که از مردم به نوعی دلجویی کنن، حتی بعضی از این کشته شدگان رو در ردیف شهدا قرار بدن که حقوقی چیزی هم بگیرن. شما کلن نظرتون درباره این جریانات دو هفته اخیر و اینها چی هست؟ و نظرتون درباره سازمان‌هایی مثل سازمان مجاهدین که هر وقت یه شلوغی میشه اونها بعدش میان و میگن ما بودیم، ما اجرا کردیم، ما برنامه ریزی کردیم، یا فردی مثل آقای رضا پهلوی حتی میاد به خانواده افرادی که توی این شرایط سخت عزادار هستن پیام میفرسه و باعث میشه که آخونده هم یه دلیلی داشته باشن بگن بفرمان آقای بختیاری، این پسر شما با رضا پهلوی در رابطه بوده. نظرتون کلن درباره این موضوعات چیه؟ چی فکر میکنید؟ و من یه چیزی رو حل کنیم بعدم بریم یه موضوع دیگه. من اصلا نگفتم فیسبوک شما خرابه، گفتم تو یوتیوب برنامه تون قطع و وصل میشه. بله آخه نه، به اشتباه شما گفتین من از طریق فیسبوک میتونم با شما چیز کنم، گفتم از طریق فیسبوک که همش پرابلم داریم، همش تلفن قطع میشه، میگیم دوباره تماس بگیرم وصلش کنم. هیچ اشکال نداره آقای آقای بهرامی. ببینید دوست عزیز، شما بعداً این فیلم رو نگاه کن و از خونه نگاه کن قطع وصل نمیشه، و ببین که خود شما گفتید برنامه های شما رو از فیسبوک روی یوتیوب نگاه میکنم. شما چون به اصطلاح منتظر نبودید تلفنی صحبت کنیم، یه مقداری هیجان زده شدید، شما گفتید از فیسبوک و یوتیوب، و من شما وقتی اجازه بده شما گفتی از طریق فیسبوک بیاییم با من صحبت کنیم، من گفتم به هیچ وجه نمیام از فیسبوک با شما صحبت کنم، میام خرج میکنم $200 پول تو میدم، میام اونجا حق موزم هم میدم $100، میشینم 2 ساعت 3 ساعت صحبت میکنم، شما بگی شما از من نظر بخوای منم از شما نظر میخوام. این حرفی که من زدم به شما. بسیار ممنون. چیزی که بالای اون نگفتم. بسیار ممنونم. حالا که فرصت پیدا شد و ما با شما ارتباط وصل کردیم و داریم، بگید ببینیم که نظرتون درباره این چند روز گذشته چیه؟ نظرم از 3 ماه پیش برای شما. آقا من میگم چند روز گذشته، شما میگی 3 ماه پیش. من 3 ماه پیش گفتم، قبل از این شلوغی گسلشنم به شما گفتم، مسیج گذاشتم، این یه کودتای رژیمه، یه کودتای رژیمه. وقتی که 18 سال بکشم با تیر مستقیم، شما چی میخوای از من بدونی؟ من چی آماری که دارم 500 دفعه مردن، ولی میگن بالاتر از مقابل، ولی تو سازمان ملل 18 نفر زیر 18 سال با تیر از جلو کشته شدن. این آمارش که ما داریم، من رفتم دیدم، این یک کودتای رژیم بود که میخواد قبل از 22 بهمن جلو این شلوغی ها رو بگیره. حالا میخواییم بدونی اسرائیل پشتشه، عربستان پشتشه، آمریکا پشتشه، چی چه میخواییم بدونی؟ همه این تیوی هایی که میبینین همه شون دارن از اسرائیل عربستان حقوق میگیرن. آمریکا پشتشه یعنی با آخونداست یا با من؟ بله. این یک کودتایی بود که میخواست از 22 بهمن اجرا کنه تمام این گروه اصلاح طلب و کردستان و عربستان و همه اینا توشه. اتفاقا یکی دیگه از اون کردهی که شما آورده بودین 5 سال پیش باهاشون مصاحبه کرده بودین، همه اونا خودمختارهای یکی دیگه از دوستانم، بله یکی دیگه از دوستانم باور داره که این طرحی هست که مخالفین رو بشناسن، ازشون فیلم بگیرن تو خیابون‌ها،
تا بعد بیشتر کنترل کنن. یه همچین کاری هم در زمان شاه انجام شد، ولی نه به صورت تظاهرات، قبلا جشن این چیزی نیست آقای سوری. بفهم این چیزی که من میگم، این چیزی که من بهتون میگم، من این اطلاعات رو قبلا هم دادم، پایی صحبت های آقای لادن هم هست. اما آقای لادن اون گزارشی که وزارت امور خارجه داده بیرون، اونم من خوندم، اونم دیدم. الان یه جنرالی تو زندانه که همین جام کلینتون مخواست آزادش کنه، نتونستن آزادش کنن. این جریان طولانیه تو خاورمیانه. الان 18 کشور تو خلیج فارس هست، چطور نمیبینن موشک های ایران ها؟ ولی پلیت ماشین شما رو میخونن. این حرفا چی آقای صحبی؟ این برنامه اسرائیل میخواد اون دریا وصلش به خاورمیانه. این همش نقشه اسرائیل. چرا اسرائیل خطرخون گرفته اون دو ماه؟ عربستان پولش میده، اسرائیل هم انجام میده. تمام کنگرس آمریکا میدونی که با طریق اسرائیل سرگرستان میگذر. بله بسیار ممنون. اگه با صحبتی دارید. این صحبت ها نیست، صحبتی که الان 20,000 تا زندانی سیاسی تو ایران تو زندان هم خارج از این بنزین. بله. فقط جریان بنزین 6,000 نفر گرفتن. شما نمیگی ما رو عبر نبینیم، عبر رجبی و شاه نیستن، رضا پهلوی نیستن، رهبر اونایی که تو زندان اوین هم، تو زندان شیراز هستن، تو زندان کرج هستن، تو زندان شهرزای هستن. شما میگیم ما رهبر مبارز داریم، خیلی داریم، بیشتر از موهای سرتون داریم. خب این بیچاره ها هم که داریم که گرفتن آقای برنامه. ببینید اینا را که شما میگید گرفتن، آخه این همه رهبر داشته باشیم ولی همشون در حبس باشن چه فایده ای داره؟ وقتی یه گوش آقای صحابی اینقدر رهبر نمیخواد. ما هر رهبری هم که بیاد 4 سال میتونه وایس مردم بدونن. اینقدر ما دانشمند داریم، اینقدر دکتر داریم، اینقدر مهندس داریم، چرا باید ما همش تکیه کنیم به این خارجی ها؟ باید خودمون به پا بخیزیم، خودمون حرکت کنیم. شما مگه دبیر نیستین؟ شما مگه اون احمد منصور انصاری رو میگین دبیر؟ اون دبیر چطوری میره زمین های مردم کشاورز خوزستان رو میگیره خونه‌سازی میکنه، کلاهبرداری میکنه؟ در میاد آیه قرآن برای ما قرآن تفسیر میکنه. اون گم شده، اون پوفیوز، همون جوری که رضا پهلوی خیانت به ایران کرده، ایشون هم کرده. چجوری از عربستان پول گرفتن؟ چجوری از سیاه پول گرفتن؟ شما که میری از سیاه پول میگیری، خودت هم شریکی. بله اجازه بدید برای دوستان بگیم. اجازه بده آقای بهرام. آقای بهرام من یک کتاب نوشته تو سفارت آمریکا چه بلایی سر مردم ایران میوردن این درباریا. بله اجازه بده آقای بهرام. شما یه دبیر با یه پیکان داشتی، چطوری آقای انصاری خونه 6 میلیونی داره اونجا؟ والا من پیکانم قصی از یه پاسبان خریده بودم. اجازه بده آقای بهرام. من هم کارمند دولت بودم، من هم کارمند مخابرات بودم. یه BMW 2002 71 داشتم، 1971 خیلی بعضم خوب بوده. BMW 2002 داشتم، یه پیکان جوانان هم داشتم، دارم به ناصر اجازی. ولی یه حرفی بگیم بگنجه، ما هیچی نمیگیم. وقتی هم زنگ میزنیم قطع میکنیم. میخوام به این آقا بگم جواب بده، جواب منو بده. چجوری یه دبی از کجا پول آورده نصف قند شکن خوزستان گرفته آپارتمان سازی کرده؟ چون دقاله فقه بوده. خب بذار برای دوستان بگیم. دوستان آقای بهرامی دارن درباره آقای احمدعلی مسعود انصاری پسرخاله فرح صحبت میکنن که ایشون، البته ایشون میگه من استاد دانشگاه بودم. حالا چجوری؟ حالا دقیقاً اجازه بده من براتون بگم. اتفاقا یک خانم دکتر مقدسی بود، ایشون میگفت که این آقای احمدعلی مسعود انصاری زمین هایی رو گرفته بودن و با کمک دیگران ساختن، خونه هایی رو بدون آب و برق به مردم دادن، چنین و چنان.
بله حالا اجازه، خب من که حالا که دارم با شما هم عقیده هستم نمیذاری، میخوام به دوستان بگم که شما میشه بغلش هیچی نمیگی. آقای سوالی تو هم دریه بود چرا نگه خونه پول داشتی؟ یه خونه زوری خریدی، منم یه خونه زوری خریدم، چرا مخادم باید چشش کور باشه اینا رو نبینه؟ آخه این مردی که میاد میگه به اسم خونه شروع میکنه، مردی که پوکیستو اون شریعت مداری از سواک رو حقوق میگرفتیم. بله آقای بهرامی خیلی ممنون. دوستان میگن مهلت بده که ما هم اینجا هستیم صحبت کنیم. نه آقای سوزی، آخه من به شما اگه همین الان هم دارم میگم اگه شما وقت دارید من چشمم کور دقلم هم میشینم به ماشین میام اونجا دو ساعت میشینیم صحبت میکنیم همه اینا قطعش رو میریزم رو آقا هفته دیگه، هفته دیگه آقای آقای بهرامی هفته آینده شما بیا برای ساعت 4 به بعد، نه 4 تا 5 آقای ارشاد از ایران، بعد از 5 دو ساعت با هم برنامه بیزن. نه من حرفی ندارم. ببین آقای سوزی جو، من اولم به شما گفتم من با فیسبوک نمیام، دوست دارم مردم تو چشم من نگاه کنه، منم تو چشم شما نگاه کنم، تو اون تیوی هم نگاه کنم. اگه اینه کلام آدم دروغ میگه تو اون تیوی میبینن مردم، میفهمن مردم ما خیلی باهوشن. آقای سازی اینجوری هم نیست که شما فکر میکنی، ما انقدر الان دکتر داریم، انقدر فوقلیسان بدی بیکارن، همه جو آلوده هم مواد مخدر دارن میشن. ما باید اینجا نشستیم از درقل یه صدایی داشته باشیم برای اونا، اینقدر برنامه های تکراری نکنیم. گور فدنه این رضا پهلوی اون که 60 میلیون دلار پول داره یه دلار برای این مردم نفرسته. آقا 62 آقای بهرامی را میرم مردم به من جیوری نگاه میکنن، میگه شما تروریستی من میرم تو سینه اونا با حرف زدن با نگاه خیلی خکی نگاه کردن هر جوری شده میخوام بفهمونم که ما اونجوری نیستیم. آقا هفته آینده با شما خواهیم بود. خیلی ممنون. آیش ببخشید که من دیگه کنترل دیگه چی شد، ولی آقا الادم راست میگه به خدا اینا همش از راز وزارت امور خارجه اومده بیرون. این کودتایی که اینا به ما کردن ما رو بیچاره کردن. نصف الان ویرجینیا همون بدی جمعه هستین، نصف اینا از اون سیاهه دارن حقوق میگیرن، از وزارت امور خارجه دارن حقوق میگیرن. آقا به همین خاطر، به همین خاطر ما ببین آقای بهرامی خودمون بگیریم به دستمون، خودمون باید دلمون بسوزه. آقای بهرامی این بار بیای میبینیم ما بیشتر نزدیک شدیم به سیاهه، بلکه از این پولایی که میدن یه خوردش هم به ما برسه. بله. ببین چه پولایی دارن این برابر میکنن سر این مملکت ما میخوام بیارن، تو نمیدونی کردها دارن چجوری پول میگیرن، ترکا چجوری، مثل اون پسر مولای شریعت مداری که یه آخوند ساواکه، اونم منظور عربستانه. بله آقا حالا مثل که یکی رو خط شما قطع وصل میشه، فعلا خدا حافظ تا هفته آینده جمعه. میبخشیم من دیگه نمیدونستم چی کنم، ما هفته آینده میام خدمت باش. هر جوری شده هر چیزایی که در آوردم دو تا کتاب من نوشتم با تو صحبت من شد. من واقعیت رو دارم میگم، من اینجوری بود بهتم گفتم اگه به من جواب بدید اگه نمیتونید بگو نه والا به جدم نوشتم. وقتی شما اومدی اینجا بهت نشون میدم که من نوشته بودم. من چک کنم شما نشون میدم، اگه حرف من خود این تلفن رو قبول دارید میذارم جلوت نگاه. باشه شاید من اشتباه کردم، فقط مریض بودی که من گفتم امیدوارم حال خوب بشه، جواب ندیدم سلام دارید در سفر. بله خیلی ممنون آقای بهرامی، مرسی عزیزم، به امید دیدارتون جمعه آینده. خدا نگهدار. هیچ مسئله نیست. هیچ مسئله نیست. احساساتم ناراحت شد. من نگران اون جوانایی هم که تو زندان هستن. به خدا. بله. خیلی ممنون از شما. مرسی. خواهش می‌کنم. روز خوبی داشته باشید. شما همینطور. بله. دوستان عزیز با آقای خسرو بهرامی بودیم. اسم ایشون رو بنویسید. خسرو بهرامی و تلویزیون مردم و سوربی.
چند تا ویدیو چند سال پیش ایشون لطف کرد، هم از طریق تلفن با هم صحبت میکردیم، هم دو بار فکر کنم آمدن اینجا چند ساعتی با هم صحبت کردیم. ایشون یکی از بازیکنهای تیم پاس بودن اگه اشتباه نکنم، من این تیمای استقلال و اینا رو یادم نیست چی به چیه کجاست، و بعد پاشونو که جای شکنجه هایش ساواک و این بنده خدا تو دو تا رژیم شکنجه شده، هم رژیم شاه هم رژیم خمینی، پدر ایشونو داداشم اگه اشتباه نکنم توسط همین آخوندا کشته شدن. پدر ایشون مؤسس و بنیانگذار بیمارستان بهرامی، بیمارستان قلب، که اینها بعدا مصادره کردن اسمشو گذاشتن خمینی. و مشکل همینه، ما ببینید الان ایشون تو صحبتاشون چند بار به احمدعلی مسعود انصاری توهین کردن، و به خاطر گذشته احمدعلی مسعود انصاری که با ولیعهد بوده و با محمد رضا پهلوی بوده و اینها، حالا بهتره که توهین نکنیم، حرف اونو بزنیم و حرفشون منطقیه. میگه آقا شما که به اصطلاح خدا دوست هستی و خداشناس هستی و ادعا میکنی که اون موقعم که در دستگاه شاه بودید همین احساساتو داشتید، چگونه راضی میشدید که برید یه زمینی رو از اوقاف بگیرید، حق مردم رو بگیرید، بعد بیان زمین سازی کنید اینها؟ البته یه چیزی من به شما بگم، وقتی شما میافتید تو اینجا بهش میگن پیر پرشر، پیر پرشر اینه، مثلا شما پسرت با 4 تا از دوستاش میره سینما، اونا سیگار میکشن، اگه این سیگار نکشه فکر میکنه که اونا بهش میگن بچه ننه است فلان، مجبور میشه سیگار بکشه. کسی که ممکنه اگه شما سیگاری هستین اون بدش میاد از دود سیگار، ولی پیر پرشر فشار اطراف، این نفوذ اطراف و اینا، اون موقع دوره شاه و اینا شما اگه نگاه کنید اصلا این ماجرای زمین خاری خریدن و فروختن و ساختن و اینا تبش تو جون همه اینا افتاده بوده. در صورت آقای بهرامی گفت رضا پهلوی 60 میلیون، رضا پهلوی به اصطلاح اقرار خودش در برنامه کامبیز حسینی 62 میلیون دلار سال 1978-79 که من و شما در به در بودیم و نگران بودیم و ایران اونجوری در انقلاب و ایشون یه آدم 18 ساله ای 62 میلیون دلار داشته. گوش کنید، همین آقای احمدعلی مسعود انصاری میگه این یه قلمشه، دروغ میگه، بیش از اینها هست، جزایر نمیدونم فلان جا هست، املاک جنوب فرانسه هست، اینها هست و بمانه. آقای ابهری نوشتن که آقای خسرو بهرامی و دیگران لطفاً اینجا در این صفحه تا هفته آینده که منتظر تحلیلشان هستیم نظری بگذارم. آقای خسرو بهرامی رو من روی فیسبوک ندیدم تا حالا، ایشونم به اشتباه گفت من برنامه شما رو از فیسبوک روی یوتیوب میبینم، روی تلفن و تکس و اینا هستن. حالا هفته آینده جمعه که آمدن بهشون میگیم که میخوان شماره تلفنی بدن که شما بتونی باهاش تماس بگیرید یا تکس بفرستید و الی آخر. آقای اکبری هم نوشته بود مهلت بده دوست عزیز، دیگران هم اینجان. و آقای ابهری، باز آقای ابهری از کالیفرنیای زیبا نوشتن خامنه ای بلا شک از مخالفانش توی اینه گیومه میگیم چی میگیم تغییر و تحول را زودتر پذیرفته، بارها از تغییر و اصلاح قانون اساسی صحبت کرده، 440 بار درباره قانونی عمل کردن سخن گفته. اینجا میدونید که میگن که این کشیشا و پدر روحانی ها یه چیزی میگن، همون شعر حافظ، واعظان کین جمله کین جلوه در محراب و منبر میکنن، چون به خلوت میرون آن کار دیگر میکنن. اینا میگن مثلا سکس بده، حتی زنم نگیر، ولی میرن بچه های مردم رو اون پشت اون دستگاه های شمع و شمدونی کلیسا و اینا بشون. این ماجرای خامنه ای اینو گفت 440 بار که خوبه، اگه 440 هزار بارم بگه اصلا خود این نفع میکنه، اگر فکرش درست بود لازم نیست دو بار بگه، همون بار اول که میگم میرم دنبالش، درسته؟ شما
کی به بچه‌ت سه بار میگی؟ وقتی عمل نمیکنه، بار اول عمل نمیکنه، بار دوم عمل نمیکنه، مجبوری سه بار بگی. اگه بگی عمل کنه، عمل میکنه. آقای خامنه‌ای که ادعا میکنه رهبر مسلمانان جهان، رهبر نمیدونم دینی ایرانه، مرد حسابی ناحسابی، 440 بار گفتی خب یه کاری میکردی. دروغ میگن آقا، و من تعجب میکنم شما هنوز این دروغگوها رو قبول داری. اینا آقا از روز اول دروغ گفتن، همین جوری ادامه دادن تا به امروز رسیده. از آقای خامنه‌ای گرفته که گفت من نمیدونم خونه و اینا رو مجانی میدیم، آب و برق مجانی. وقتی هم بعد بهش گفتن گفت ما حربه کردیم، کلک زدیم. تا اینا همین آقای روحانی الان دیگه ببین شده مثل آفتابه دست خامنه‌ای. خب اگه مخالفی بیا جلو بگه آقا اشتباه میکنه. احمدی نژاد و اون احمقی نژادش بالاخره صداش در اومد و دروغ میگن عزیز من. 440 بار خوبه، 440 هزار بار هم بگن چون دروغ میگن همینه که هست. من امروز به یکی از دوستانم قول دادم یه چند دقیقه در رابطه با دو تا موضوع. یه موضوع، ایشون یک فیلمی برای من فرستاد، یه خانه بسیار زیبایی تو آمریکا خیلی زیاده، از این خونه‌هایی که درخت رو قشنگ کات میکنن، صاف میبرن، رو هم قرار میدن، خیلی قشنگ مهندسی اینجوری فاق و زبونه تو هم قرار میگیره و اینها. و این دوستمون نوشته بود که ببین برای یه خونه 100 تا درخت، بیش از 100 تا درخت از بین بردن. گفتم من هم مثل شما طرفدار درخت ها و حیوانات و اینها بودم و یه روزی با یکی از اینایی که همین مزرعه دارن برای درخت، شما و من ممکنه ندونیم، هی ببینیم هر سال این همه درخت کریسمس میارن قطع میکنن، بعد میگیم بابا اینا جنگل ها رو از بین میبرن. طرف به من گفت آقا اگه من درخت کریسمس مردم قطع نکنن نخرن، من نمیام بکارم. گفت هر یه دونه‌ای که میخرن من میرم 3 تا میکارم که 7 سال آینده نمیدونم بتونم بفروشم. پس شما اگر آمار و ارقام رو بخونید، تعداد درختای دنیا میگن الان از چند سال پیش بیشتره. حالا شما اگه بیای ایراد بگیری اون درخت ها درخت های هزار ساله بوده، 100 ساله بوده، این چنین بوده، آن چنین بوده، درخت ها چون به صورت وحشی و خودرو درست شده بودن، نظم آب و اینها رو رعایت میکردن، اون رو قبول میکنم. ولی این که صرفا به این خاطر که آقا اگه بخوان درخت ها رو قطع نکنن، پتی که عزیز توی آمریکا هیچ کدوم از ما خونه‌دار نمیشیم، میشه مثل ایران، برو وایس تو صف سیمان، سنگ، آهن. اینجا خونه ها رو از درخت میسازن، همش چوبه. چجوری تو فیلم ها اون وقتا مشت میزدن دیوار خراب میشه، ما گفتیم که دست سوخته آرتیست چقدر دروغ میگه. همین جوریه، بچه اگه تند را بره بخوره به دیوار، دیوار خراب میشه. بدم نیست، ما اینقدر چپ و راست میریم به دیوار بخوره. بله، همه فرقه ها و جنایی ها دروغ میگوین. کاکو نزار وسط یک نظر، کاکو نظر وسط یک نظر عصبانی بشی، یک نظر رو تا آخر بخون و آقا من و شما نظر که می‌نویسیم ماشاءالله مقاله است. شما ببین این سه تا کلمه‌ای که من باهاش یه جمله ساختم چگونه جای خودش رو باز کرده توی قلب شما، مغز شما، و بهش استناد می‌کنید. کارمون خیلی خرابه. یکیش برمیگرده به همین نظر نوشتن ها، طولانی می‌نویسیم، سرکلاف میگن، از دستمون در میره. ضمناً آقای بها ابهری لینکی رو اینجا گذاشتن، بذارید من گذاشته بودم نشون بدم، حالا از همین لینک بهتون نشون بدم. Looking for truth، یعنی در جستجوی حقیقت، به دنبال حقیقت. و دیدم دیروز که عکس خودشون هم اون وسط گذاشتن، ببرم تو صفحه اولش، و درباره نویسنده صحبت کردن، دوباره برگشت عوض شد، الان نیستش. این اشکاله. اولا شما اون بالا وقتی نوشته هوم، مقالات فارسی، انگلیش آرتیکل، کانتکت، یه قسمتی باید باشه about us، یعنی درباره ما. درباره ما برای اینه که مثلا شما اگه بری سیسکو می‌نویسه من و فلانی دانشجو بودیم، شریک شدیم تو گاراژمون فلان، نه حالا شما می‌نویسی فقط about، یعنی درباره. اونجا باید باشه، نه تو صفحات اصلی. شما تو تلویزیون مردم هم وبسایتش که بری، اینجا نوشته about، بعد نوشته سوربی، یه آدم ساده‌ای، بچه شیراز، هیچ کار بزرگی در زندگیش انجام نداده، دبیر هنرستان بوده، الان هم تو آمریکاست. زندگی من خیلی ساده است.
اوکی. حالا شما وقتی من خوندم دیدم ای وا ویلا، این میشه من برای 3 تا برنامه بسازم. یکی این که درباره پدر و جد و اینا که صحبت کردی خیلی سوال برانگیز شد، همین که فامیل شما به شما میگفته وقتی میری اجاره رو جمع میکنی نمیدونم چی میگیری، به کسی نگو من کیم کجا هستم. ببینید همین که من به پسرم بگم وقتی میری مدرسه اگه کسی پرسید بابات کجا کار میکنه چیزی نگو، نشون میده که من اون کاری که انجام میدم یه اشکالی داره. حالا یا برای CIA هستم یا برای FBI هستم، اونا اشکال نیست، ولی همین که نمیخوام بگم کسی بدونی اشکالی داره. حالا اگه وقت کردی با شما هم یه کلکلی میکنیم. در هر صورت اون چیزی که من دیروز دیدم الان اینجا متاسفانه نمیبینم، نوشته بودن درباره نویسنده این مقاله که اینم من ازشون خواهش کرده بودم که بنویسید راجع به خودتون که کی هستی چی هستی. حتی به شوخی هم گفتم نمیخواد مثل اون مجری تلویزیون عقب افتاده بنویسی که من نمیدونم قبل از اینکه دنیا بیام با بابام بودم، بعدا نمیدونم دنیا که اومدم طلاق گرفتم فلان شدم، اینجوری نه و مامان باباش طلاق گرفتن، نه خیلی ساده بنویس کی هستی چی هستی که دوستان یه شناختی یه آشنایی از شما داشته باشه. مثلا خود من نمیدونستم که ایشون وقتی اینجا دانشجو بوده و اینها دوستان مجاهد اپروچ کردن و ایشون گفتن بیا به ما بپیوند چنین و چنان، و یعنی الان من بیشتر شما رو میشناسم. منی که سالها شما رو میشناختم با نوشتن یه مقاله درباره خودت من بیشتر شما رو میشناسم. هدف من این بود، خیلی ممنون. در صورت نیست دیگه، نه عکس شما هست نه درباره نویسنده، ولی دوتا مقاله ای که گفتم، یک لحظه اجازه بدید، پتیک اینا رو برای من نوشته بود، یکیشم یک جابی بود یه شغلی بود که چیز فرستاده بود که یک کار عجیبی رو یه نفر انجام میده با یه ماشینی، میرن جایی که به اصطلاح جنگل و چی داره سیل اومده و درخت ها رو میبره و اینها، اینا تمیز میکنن لایروبی میکنن. من اصلا یادم رفت امروز براتون بگم، خوشبختانه جریان امپیچمنت یا استیضاح ترامپ داره به خوبی و با سرعت پیش میره و این نادان اینقدر احمقه که حتی در این کار هم دخالت میکنه، چون یکی از جرماش دخالت در کارهای قضاییه. میدونید که اینجا قوه مجریه، قوه مقننه و قوه قضاییه 3 قدرتن که میگن اینها چون مساوی هستن و مساوی حق دارن اینجا بالانسه، تعادلش. این ترازوها دیده بودید 3 زنجیر اومده بود میگرفتش، بعضی وقتا این کپه ترازو رفته بود چی شده و یکیش کوتاه میشد یکیش بلند میشد، هیچی نمیشد نگه داری توش، میریخ پایین، اون صاحب اونجا یا عطار یا بقال هرکی اینو میچرخون. و اینا باید اندازه باشن، این 3 زنجیر این کفه یا کپه ترازو باید اندازه باشه تا این ترازو صاف وایسه. این مردک اینو زد به هم و 3 خودسرانه عمل کرد تا امروز پاش در این دام گیر افتاده، دامی که به درستی این دموکرات ها براش گذاشتن و این هم نادانسته رفت داخلش. همون ماجرا یک بار پریدی ملخی، دو بار پریدی ملخی، آخرش نمیدونم به چنگی هم چیز. خب دوستان عزیز، ساعت 3 بعد از ظهر با آقای امیرحسین لادن هستیم تا هم درباره این اوضاع و احوال 2 گذشته ایران صحبت کنیم و هم ایشون یه مقاله نوشتن راه و وسائل مبارزه و به اصطلاح رسیدن به حق و اینها، و بعد از اون برنامه آقای حسن ارشاد شماره 249 مینش رو از ایران ایشون فرستاده ما هم پخش میکنیم، و بعد از اون به احتمال زیاد آقای حسن ماسالی از مریلند تشریف میارن اینجا هستن و با شما خواهند بود احتمالاً 1 ساعت 90 دقیقه، و شما هر سوالی بخواین میتونید ازشون بپرسید به وسیله همین فیسبوک. من به دوستمون آقای بهرامی هم پیشنهاد میکنم ایشون فیسبوک رو هم فعال کنن. بله میگن اون نوشته من در قسمت فارسی است، در انگلیسی هم میخواستم بذارم و میارم صفحه اول. نه عزیز من، نباید صفحه اول باشه. شما با اگه صفحه اولم میذاری یه آیکان یا یه لوگو میذاری، وقتی رو این کلیک میکنن میره اونجا، ولی من نمیدونم ما این که شادم چون میگن
خلق را تقلیدشان برباد داد، ما میترسیم از تقلید. آقا تقلید چیز بدی نیست. این آقا درست رانندگی میکنه، منم درست رانندگی کنم، دارم تقلید میکنم. این آقا راهنما میزنه، شما هم راهنما بزن. آقا این همه سال وبسایت ها شروع شد، اول یه صفحه بود، بعد دید بده، یه چیز دیگه هم گذاشت. الان اون بالا شما هم از اینجا که شروع میکنی، هم آدرس فلان اینا، یکیش می‌نویسی about. حالا دوست داشتی هم انگلیسی هم فارسی میتونی داشته باشی. در هر صورت دوستان برید و صفحه ایشون رو ببینید، looking for truth، یعنی در جستجوی حقیقت. بله، ایشون میگه دوم من همان حرفی رو که من در باب مسئله خانوادگی با یک بلندگوی تک نفره زده ای قول دادم در کاکو درباره هر مهمان مزنگو، فقط تا وقتی آنجا هست. نه 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 نه، آقای حرفا چیه؟ تا وقتی اونجا هستن بگم، تا وقتی اینجا هستن که ما نمیتونیم مکالمه کنیم، یاد نگرفتیم، مگر اینکه ایشون بره تا من بتونم پشت سرش حرف بزنم. یعنی واقعا اینجوری شما اگه یه دوستتون آمد در مغازه یا در فروشگاه یا در نمایشگاه همچی که رب بیرون، شما دیگه به دوستت میگی دیگه راجع به سوربی حرف نزنیم؟ اینجوری نیست عزیز من. پس چیزی که نیست نگین لطفا، چیزی که هست بگین. اینجوریه که ما تازه خوشحال میشیم طرف بره ما بتونیم دربارش حرف بزنیم. گاسب گاسب گاسب، غیبت غیبت غیبت. خب بیا ببینم که اینجا چی داریم. و بله، پلیس هند 4 مرد متهم به تجاوز یک زن دامپزشک را کشت و ترامپ راهی به جز استیضاح برای ما نگذاشته. نانسی پلوسی رو دیروز برید ببینید که به اون خبرنگاره گفت ببین don't mess with me، don't mess with me یعنی رو دم من پا نذار. چه کسی میگه رو دم من پا نذار؟ کسی که بخواد به طرف بگید نگاه نکن من انسانم، من ممکنه اون ذات حیوانی من به تو نشون بدم، پس رو دم من پا نذار. در هر صورت دوستان عزیز، بهتره که ما با دوستی با هم صحبت کنیم تا اینکه بتونیم یه مشکلی رو حل کنیم. یه چیز جالبی که من درباره این آقای ابهری دیدم اینه که همیشه می‌نویسه که به دنبال، خب اسمش هم همینه دیگه، به دنبال ترود، به دنبال حقیقت، همش میگه بلکه یه راه حلی برای این مشکل پیدا کنیم. خیلی کار خوب و پسندیده‌ایه و من بهتون تبریک میگم. دوستان عزیز، ساعت 2:59 است. اجازه بدید من صحبت‌های آقای لادن رو با عکس ایشون شروع کنم، چون یه دوستی داریم به نام آقای اسکات، ایشون زحمت میکشه و برنامه ایشون رو مرتب میکنه، درست میکنه، خیلی هم قشنگ اون قسمت اول ویدیوی ما رو برمیداره با صحبت‌های ایشون بعدن میذاره و اینها. من گفتم اگه این کار انجام بدم شاید کار ایشون آسان‌تر باشه، چون ما خداحافظیمون که باید 6 دفعه باشه، سلام کردنمون 7-8 دفعه باید باشه، اینه که برای بنده خدا کار مشکلی هست، ولی کار رو به خوبی انجام میداده. ساعت 3 بعد از ظهر میریم با آقای امیر حسین لادن صحبتی داشته باشیم. بسیار عالی، تصویر هم بسیار خوب و آقای لادن، من فکر کردم از امروز وقتی که میخوام برنامه رو با شما شروع کنم با اون صفحه فیسبوکتون شروع کنم که اون دوستمونم که کارهای ویدیویی انجام میده متوجه بشه که از کی سوربی ساکت شده و آقای لادن خیلی قشنگ و زیبا و ما و دوستان صحبت کردن. پس اجازه بدید من اون رو بیارم اینجا و شروع کنم. سپاس. خب بینندگان عزیز، با آقای امیر حسین لادن هستیم. ایشون قبلا هم بارها در تلویزیون مردم بودن، در تلویزیون‌های مختلف، حتی تلویزیون‌های طرفدار پادشاهی هم رفتن صحبت کردن و ویدیوهای بسیار جالبی دارن. نویسنده بسیار توانایی هستن، مقاله های خوبی دارن، کتاب خوبی دارن که باور نمی کنید. یه روز من با اون دوستم مهدی میارم تا درباره کتاب ایشون با هم صحبتی داشته باشیم، خدا سالاری و درماندگی. امروز
همون دنباله ماجرای خداسالاری و درماندگیه که اتفاقا نه 40 سال پیش، که ما 57 سال هم در دوره شاهان داشتیم و اینا افرادی هستن که به وسیله دروغ گفتن و خودشون رو وصل کردن به خدا، میخوان یه قدرتی بگیرن که با اون به مردم زور بگن و به اصطلاح هر چیزی رو میخوان تحمیل کنن. آقای لادن خوش آمدید، این شما و این هم دوستان بیننده و شنونده، بگید ببینیم که دنیا در چه حال احوالی هست، بعدم اگه لطف کنید یه مقداری درباره اوضاع و احوال دو هفته گذشته ایران صحبت کنید. بفرمایید. بر شما، بر بینندگانتون، بر هم میهنانمون و سپاسگزارم که این فرصت رو به من دادین. در کدوم باره میخواییم شروع کنیم؟ در مورد نوشته اخیر من یا در اول در مورد مسائل میهنمون؟ میخواین اول درباره ایران و تظاهراتی که انجام شد و صحبتهای مختلفی که حول و حوشش بود، تا بعد برسیم به اون مقاله یا هر جوری که خودتون صلاح میدونی؟ اگه میخواین مقاله رو اول مطرح کنید بعدن به اون، هیچ مشکلی نیست. بفرم. نه، میتونیم با مسائل میهنمون شروع کنیم. یه اشاراتی این چند روز از طرفهای مختلف میشه و منم بهش باور دارم، و اون این که وقتی میگیم رژیم به پایان خط رسیده، این واقعا اغراق نیست. به چند تا از مسائل که نگاه میکنیم میبینیم برجام که راکت و بیهوده مونده و هیچ منفعتی برای ایران نداشته، چون رژیم نه قادره چیزی رو صادر کنه، نه نفت نه چیزهای دیگر رو، و اگرم زیراوی یه کاری رو میکنه قادر نیست پولش بگیره، برای اینکه رابطه های بانکی رو با ایران مسدود کردن. سرمایه گذاری های میلیاردی چندین و چند سال گذشته که در لبنان و در عراق کرده الان با شکست روبرو شده، برای اینکه توی هر دوتا کشور صدها هزار نفر دارن فریاد میزنن و در تلاشن که ایرانو از میهنشون خارج کنن، اخراج کنن و نفوذ جمهوری اسلامی رو کم کنن. و اما میرسیم به مسئله داخل کشور. اصلاح طلبان هم سالهای ساله که همه جور ترفندی زدن که عمر منحوس رژیم رو اضافه کنن، بقاش رو ادامه بدن، ولی الان دیگه اونها هم کاملا شکست خوردن و هممون شنیدیم که تو ایران فریاد می زدن که اصلاح طلب اصولگرا دیگه تموم ماجرا، یعنی دستشون مششون باز شده. و اما می رسیم به ماجرای اخیر، می رسیم به بحران بنزین. فکر کنم همه دیگه الان اینو دیدن، اون چیزهایی که پشت پرده بود نشون داد که اضافه کردن افزایش قیمت بنزین به دستور خامنه ای بوده و سرکوب خونین معترضین هم به دستور او بوده، یعنی دستور تیر داده و گفته که بقای رژیم به اینه که ما باید اینا رو سرکوب کنیم. خب البته میدونیم که ما عادت داریم وقتی هم بخوایم سرکوب کنیم همه دنیا مقصرن جز خودمون، برای همین هم که میگن اینا وابسته به بیگانن، اینا الان و بلن، که یعنی میخوان چشمشون رو به 40 سال زور و بیلیاقتی و فساد ببندن، همه چی رو بندازن تقصیر مردم بیچاره ایران. و این حوادث بحران بنزین برای اولین بار در 40 سال گذشته یک شباهتی داشت به دوران انقلاب 57. این 40 سال یک کمکی هم کرده که مردم بیدارتر شدن، عده‌ای از هممیهنانمون از یه آگاهی نسبی برخوردارن. من اینو دفعه پیشم در یکی از مقالام نوشتم و خدمت بینندگان شما هم اینو گفتم. من فکر کنم الان دیگه با این بیداری و با این آگاهی نسبی، اگه ما بتونیم با اتکا به تجربیات گذشته حرکت کنیم،
امید موفقیت و نجات وجود داره. اگر سوالی پرسشی باشه من حاضرم در اون شرکت کنم. خیلی ممنون. شما گفتید که این برنامه توسط خامنه‌ای بوده، از قبل هم اینها آتش به اختیار و اینها رو گفته بودن و خیلی ها باور دارن که این برنامه به اصطلاح برای شناسایی افراد مخالف بوده، چون به زودی 22 بهمن میاد و اینها میخواستن یک کار شناسایی انجام بدن و من فکر کنم برای شناسایی مخالفان باید به 82 میلیون و 800 هزار نفر نگاه کنم، نیاز به شناسایی نداره. تو ایران غیر از اونایی که مزدورن، غیر از اونایی که با رژیم و برای رژیم کار میکنن و پول میگیرن، اینا کوچکترین پایگاه مردمی ندارن، هرچی هم بگن دروغه. البته من با شما مخالفم تو این قسمت، بهتونم ثابت میکنم، یعنی میگم که چرا. ببینید توی آمریکا من و شما از خودمون میپرسیم مگه میشه کسی باشه که نفهمه این ترامپ چقدر فاسده، ولی میبینیم که یه عده هستن که هم در ظاهر هم در باطن از این حمایت میکنن به خاطر منافعشون. خب توی ایران هم اینجوریه، حالا اون کسی که کار میکنه براشون، اون کسی که منافعش به اصطلاح تأمینه به خاطری که اینا در رأس کار هستن، اینا هستن آقای لادن. یعنی اینی که من و شما تصور کنیم هیچ کس با اینا نیست، همین میشه که هزار نفر میکشن بعدم حالا میگه خب بهتون حقوق شهدا میدیم یا ازتون دلجویی میکنیم. من ببخشید، من در زمینی که باهاتون مخالف نیستم که چنین پدیده‌ای میتونه باشه، ولی یه دونه مشکل با اون پدیده دارم و اون اینه که وقتی ترامپ رو مثال میزنیم، ترامپ 2 ساله داره این فجایع رو انجام میده، رژیم فقاهتی 40 ساله داره دروغ میگه، 40 ساله داره میدزده، چپاول میکنه، میکشه، میزنه، تجاوز میکنه. من فکر کنم دیگه کسی در اون به اون شدت وجود نداره. میگم یه عده هستن که مزدورن، حالا شما اسمشو میذاری برای منافع خودشون. خب دقیقاً همین مزدور همین میشه دیگه، یعنی بابت این کارشون یک مزدی میگیرن و کاری انجام میدن، حالا یا پاسداره یا بسیجیه یا مأمور نماز جمعه است یا حتی اگه بیاد نماز جمعه شرکت کنه و بهش پولی بدن، یه عده مزدور اینها هستن. با اونا چه باید کرد؟ خب اون همیشه هست، یعنی شما نگاه کنین که در بدترین رژیم ها در دنیا، رژیم های کاملا آدم خور آدم کش، همیشه یه عده باشون کار میکنن. متاسفانه این توی فرهنگ ما هم به شدت وجود داره، از بعضی فرهنگ ها شاید بیشتر یا بعضی ها کمتر، که من اینو با تمام ذرات وجودم باور دارم و با اتکاب 56 سال فعالیت سیاسی و 37 سال پژوهش به شما میگم اینو، که ما بزرگترین مشکل میهنمون منافع شخصی رو به همه چی ترجیح دادن. یعنی اگر ما بتونیم بر اون غلبه کنیم همه مسائل میهنمون حله، ولی ما به آسونی می خودمون رو در اختیار پول و مقام میذاریم. حالا میتونه آخوند باشه، میتونه شاه باشه، میتونه بیگانه باشه. بسیار ممنونم. این صحبتی که دنباله تظاهرات در ایران که واقعا به حق بود و به قول شما دیگه مردم جونشون به لب رسیده از گرونی و عدم آزادی اینا، ببینیم که گروه‌هایی یا گروهک‌هایی اینها سوء استفاده میکنن و اولین بار هم نیست که این اتفاق میفته. یکیشون عکس دختر 14 ساله‌ای رو برمی‌داره و اونو به عنوان کانون‌های شورشی معرفی میکنه. آقای رضا پهلوی به پدر یکی از این کشته شدگان زنگ میزنه، تسلیت میگه که گفتم بابا این بیچاره الان گرم عذاب و مصیبت حالیش نیست. فردا که براش از دادگاه نامه اومد که آقا شما تماس داری با آقای رضا پهلوی، که آقای رضا پهلوی هم جدیداً دیگه از اون تظاهرات آرام و
نمیدونم نافرمانی مدنی آمدن و ایشون هم جزو چیزا شدن، براندازا شدن. نظرتون درباره این سازمان ها، این جنبش ها و اینها چیه؟ و دو تا موضوع رو همزمان، یکی این که اینها اون چند روز با این تلویزیون اون تلویزیون تماس میگرفتن و میگفتن که همچین هم ما بدون رهبر نبودن، اینها رو ما از بیرون رهبری کردیم. یکی دیگه این که دولت ایران دو روز پیش فکر کنم برای شما هم نوشتم که گفته که دو سال بوده که کشورهای خارجی و اپوزیسیون خارج داشتن برنامه میریختن تا یک همچین تظاهراتی رو به اصطلاح بر قرار کنن و به راه بندازن. در این مورد چه کار باید بکنیم و نظرتون چیه؟ حتما ببینین به یک پدیده نگاه میکنیم با همدیگه در داخل آمریکا. وقتی که در شهرهای مختلف، در مدرسه، در هر جایی یه تیراندازی میشه، چند نفر رو میکشن، چند نفر رو زخمی میکنن، مقامات آمریکایی و یه عده از شهرهای مختلف میگن ما برای شما دعا میکنیم و دل ما با شما و خانوادتونه. تا اینکه دیگه رسید به اینجای مردم و یه عده از اون مردم و یه عده از اون خانواده ها گفتن ما نه دعای شما رو میخوایم و نه اینکه میخوایم شما با ما همدردی کنیم، بلکه باید یه کاری کرد که بتونیم یه علاجی بکنیم. یعنی اینا یه مقدارش ژس و ساختگیه در رابطه با اینکه آیا گروه‌ها، گروهک‌ها، سازمان‌ها از اینکه جا بسوردی، از اینکه همینی که شما برنامه‌تون رو اجرا می‌کنین و یک چیزهایی رو بیان می‌کنین، یا اینکه یه شخصی مثل من یک چیزهایی رو می‌نویسه و در برنامه‌ها بیان می‌کنه، تردیدی نداشته باشین که سخن و قلم تأثیر گذاره. برای اینکه به وسیله سخن و قلم شما میتونید دانش و بینش و گسترش بدید، میتونید اطلاعات رو به جاهای دیگه برسونید و اونا بی اثر نیست. یعنی نشون به مردم میفهمن که یه حق حقوقی دارن، یک حق انسانی دارن، یه حق شهروندی دارن و میدونن که در دنیای خارج چجوریه، میدونن که یه عده باهاشونن، ازشون حمایت میکنن. اگر به اون نگاه بکنیم به صورت اینی که از بیرون دارن یه چیزایی میگن، یه کارایی میکنن، من با شما کاملا همراه. ولی اینی که یه عده بیان سینه بزنن، ادعا کنن که ما داریم رهبری میکنیم، اینا باید برن کشکشونه بسابن. برای اینکه واقعیت اینجاست که مردم در داخل به خاطر ناکامی و شکست و نیاز به بلند میشن را میافتن، نه به خاطر اینکه رضا پهلوی یا رجوی یه ادعایی بکنن یا یه حرفی بزنن. آیا راهنمودهایی هم وجود داره؟ بله. اگه خاطرتون باشه یک بار گفتگویی داشتیم در مورد رهبری که من خدمتتون گفتم از دید من مسئله راهبریه، یعنی کسانی که میدونن، کسانی که رسیدن به درجه‌ای که نخبه هستن، اگر اینها رهنمود میکنن، اگر اینها یه چیزایی رو باز میکنن، در اختیار مردم میذارن، راهکارها و راهگشایی هایی دارن، اونا اثر بخش و اثر گذاره. ولی رهبری نیست، یه راهنماست، یک چیزایی رو در اختیار دیگران میذارن. رهبری زمانی به وجود میاد که اونها پذیرفته میشه، مردم این اشخاص رو قبول میکنن، میپذیرن و راهشون رو انتخاب میکنن، بعد این راهبرها میشن رهبر. اگر نه از بیرون فقط میشه آگاهی داد، میشه راهنمود داد، ولی من نمیبینم که کسی بتونه ادعای رهبری بکنه. در زمان قبل از انقلاب و دوره خمینی و اینها، شما فکر نمیکنید که اینها تونستن از بیرون رهبری کنن؟ خب ببینید، یه خورده تفاوت داره. شما دارین در مورد یک چیزی صحبت میکنین، یه پدیده‌ای صحبت میکنین که در درون فرهنگ ما جاسازی شده و اون احساسات مذهبیه. یعنی خمینی به صورت یک دونه ملای مذهبی، به صورت یک دونه آخوند، به ویژه اون زمان که ما هنوز تجربه 40 سال فساد و دزدی و یک بودیگری رو ندیده بودیم،
یک کانکشن، یک رابطه احساسی با ملت داشت. یعنی یارو توی هر دهی هم که بود یه مسجدی داشت و یه رابطه با ملاها داشت. وقتی هم از دست حکومت ناراحت بود پناه می‌برد به اون مسئله. اون یک کمی باید اونو بذاریم کنار، یعنی اون رهبری با رهبری یک جنبش متفاوته. شما الان نکته گفتید در رابطه با اینکه اونها مسجدی بود و رابطه‌ای بود و اینها. من موقعی که توی حکومت نظامی بودم یادم از اونها به عنوان پایگاه‌های این آخوندها صحبت می‌شد توی کمیته مشترک شهربانی و نیروی مخصوص هوابرد. درست. شما فکر نمی‌کنید اون چیزی که الان کم بود هست نداشتن این پایگاه‌هاست؟ بعضیا میگن که جای مسجدها رو رادیو تلویزیون‌ها و تلویزیون‌ها به اصطلاح سوشال مدیا گرفته. شما یعنی میتونید همچین مقایسه بکنید که سوشال مدیا پایگاه‌های مردم شده و اون رابطه رو که شما گفتید کانکشن رو میتونن برقرار کنن؟ بله. ببینید از یک نظر بله، یعنی سوشال مدیا واقعا میشه ازش حد اکثر بهره برداری رو کرد، ولی من خاطر جمع نیستم که میتونید اون جای اون تماس‌های رو در رو و گفتگو با همدیگر رو بگیره. و الان هم خب میدونین که اجازه نمیدن. شما های چهار نفر دور هم جمع بشن میان میگیرنشون، یا یه نفر یک کاری میکنه میرن بلافاصله دستگیرش میکنن. ولی سوشال میدیا کلید مسئله است، برای اینکه بهترین وسیله است برای دادن اطلاعات و آگاهی به همدیگه و حتی برای اینکه بتونن در یک زمان یه حرکتی رو انجام بدن. یعنی باید حد اکثر استفاده رو ازش کرد و راه‌هایی هم پیدا کرد که بتونه آدم هم جلوگیری کنه از اینکه اینا رو ببندن و همین که بتونه ویراج بده، اینا رو دور بزنه و باز اون استفاده رو از این شبکه‌های اجتماعی بکنه. بزرگترین اشکالش هم اینه که در زمان شاه به هیچ نحوی نمیتونست این همه مسجد رو در یک زمان درشو ببنده، ولی اینها با سوشال میدیا دیدیم، شاهد بودیم که چگونه میتونن در یه لحظه اصلا ببندن و ارتباط رو قطع کنن کاملا. آقای لادن اگه دوست داشته باشیم درباره این راه و روش و وسیله مبارزه که من مقاله رو دارم نشون میدم، مقاله ای است که شما نوشتید و در گویا هم خبرنامه گویا به چاپ رسیده به تاریخ 3 دسامبر، یه مقداری در این مورد صحبت کنید. حتما. ببینین این کاملا در رابطه با مشکل امروزمونه. من فکر کنم ما به مسئله مبارزه به صورت یه چیز مشخص نگاه نمی کنیم. فکر کنیم اومدن تو خیابون و داد زدن مبارزه است و مرگ بر شاه یا مرگ بر خامنه ای مسئله رو حل میکنه. مبارزه هم مثل هر چیزی یک راهکارهایی داره، یک پروسه است، یک گام به گام هایی داره. میخواستم در اون مورد با هم صحبت کنیم و اینی که مبارزه برای رهایی مردم و نجات ایران نیاز به شخصیت های آگاه، آزاده و از خود گذشته داره. یعنی کسانی که طی یه دورانی با تأمل، با مشورت و آموزش تونستن بر کمبودهای فرهنگی مانند خودبزرگبینی، برتری جویی، توهم همه چیز دانی و بر کاستی‌های اخلاقی مانند مانورهای پس پرده، پنهانکاری، ترور شخصیت که زحمات و انرژی همه رو به هدر میده غلبه کنن. این گام نخست کسانی که بعد در این موضوع شرکت داشته باشن، کسانی که درک میکنن که هدفمون از خودمون بزرگتره و به رشدی رسیدیم که آماده ایم بپذیریم که یا بتونیم که منو فدای ما کنیم. این معنیش اینه که اون منافع شخصی من و منافع شخصی من حاضر باشم اینو فدای منافع جمعی بکنیم، فدای ما بکنیم و بعد ما رو فدای ایران بکنیم. یعنی منافع جمعی رو آماده باشیم که فدای منافع ملی بکنیم.
مبارزه برای رهایی مردم و نجات ایران نیاز به شخصیت‌هایی داره که درد مردم رو حس می‌کنن، به نیازهای جامعه واقفن و در این راه حرکت می‌کنن، گام برمی‌دارن، تلاش می‌کنن. کسانی که این سیر تکاملی انسان مداری و خردگرایی رو طی کردن و رسیدن به اون درجه‌ای که آزادی فردی و منابع شخصی دیگه براشون کاملشون نمی‌کنه، براشون کافی نیست. یعنی چی؟ یعنی دنبال عدالت اجتماعی هستن، دنبال منافع جمعی و ملی هستن. به نظر من این کلیده، ما باید اینو به شدت بهش توجه داشته باشیم. در ضمن ما اونجا اشاره کردیم به شخصیت آگاه، آزاده و از خود گذشته. این شخصیت کسی که به اینجا میرسه، کسیه که مسئولیت انتقال این دانش و بینش رو میدونه، درک کرده، پذیرفته و داره بدون کوچکترین چشم داشتی هستیشو فدای این مسئله میکنه، فدای این هدف، برنامه و این آرمان. یعنی در چنین حالتی این شخصیت رسیده به درجه نخبگی. نخبه میدونه چی میخواد، با گامهای پیوسته، با استقامت، با مهارت و اراده حرکت میکنه. بزرگترین خصوصیت نخبه از خودگذشتگیه. ارزش و اهمیت نخبه در راهبری و الگوسازیه و این نخبه در پیشرفت جامعه، در دگرگونی جامعه نقش بنیادی و انکار ناپذیر داره. گفتیم عنوان گفتگومون هست راه، روش و وسیله مباریزه. یک ضرب المثل داریم، یک زبانزد داریم که میگه تا توانی به جهان خدمت محتاجان کن، به دمی یا درمی یا قلمی. یعنی چی؟ یعنی همه ما توانایی داریم که یه کارهایی رو بکنیم. حالا اون کار میتونه هر چی باشه، عده‌ای میتونن با حرف، با سخن گفتن، تعدادی با نوشتن و عده‌ای هم با کمک مالی، ولی باید یه کاری کرد. و من اشاره کردم به این که سخن گفتن و نوشتن وسیله انتقال این دانش و بینشه. و اما این علت این که مهمه گفتن و نوشتن و انتقال دانش و بینش، برای اینکه ما نیاز داریم اون زمینه مساعد رو به وجود بیاریم و به وجود آوردن زمینه مساعد گام نخست حرکته، یعنی بیدار کردن، آگاه کردن. و اما این زبانزدی که بهش اشاره کردیم به یه نوع دیگه هم خودنمایی میکنه و میگن به دمی یا درمی یا قدمی. یعنی واژه اونجا بود قلمی، اینجا هست قدمی. این مسئله به اینجا که میرسه دقیقا همون راهیه که در نهایت مورد احتیاجه. یعنی اول گسترش دانش و بینشه، سپس حرکته، عملگراییه، مثل یه سیر تکاملی. یعنی واقعا یک مسیری رو باید طی کرد که به اونجا برسیم. و اما وقتی وارد مرحله عمل میشیم، این واژه که من به کار رو دادم وسیله، اون خودنمایی میکنه. یعنی شما وقتی وارد عمل میشی نیاز به یک وسیله داری و این وسیله منظورمون یه تشکل، یه حزب یا یه جبهه هست. اگه نگاه کنیم به، من گفتم با اتکا به تجربه تاریخی منظور داشتم، اگه نگاه کنیم به انقلاب مشروطه، برای اینکه بتونن این انقلاب مشروطه رو به ثمر برسونن، همیهنانمون، پدرانمون، پدر بزرگامون اومدن دوتا حزب درست کردن. اسمش بود، یکیش بود حزب دموکرات ها و یکیش بود حزب اعتدالیون. وقتی که تو زمان نهضت ملی شدن نفت میخواستن هدفشون رو به ثمر برسونن، به دست بیارن، جبهه ملی رو به وجود آوردن. پس بنابراین
وقتی ما وارد مرحله عمل میشیم نیاز داریم که یه وسیله هم داشته باشیم. اما در بالا اشاره کردیم به این که نخبه و اشاره کردیم به این که ما باید بتونیم بر کاسته های فرهنگیمون و به کمبودهای اخلاقیمون غلبه کنیم. چنانچه بتونیم این کار بکنیم دیگه نیاز به جسای پوچ برتری جویی نداریم. نخبه دیگه گرفتار توهم همه چیزدانی نیست، چون اونایی که فکر میکنن همه چیزدانن اون اوج کمدانی اون اشخاصه. رهایی مردم و نجات ایران هدف بسیار ارزشمند و بزرگیه. در بحرانی که هم میهنانمون گرفتارشن، در موقعیت اضطراری که کشورمون در خطره، نمیتونیم خاموش باشیم، نمیتونیم تماشاچی باشیم. واقعا وظیفه و مسئولیت هر ایرانی بیدار و آگاه و با وجدانه که در حد تواناییش با درمی یا قلمی یا قدمی وارد صحنه مبارزه بشه. ایران به شدت به همکاری و همگامی تمام فرزندانش نیازمند. سپاسگزارم. خیلی ممنون. شما هم توی مقاله‌ای که نوشتید، من اتفاقا اینجا نوشتم نخبه، دورش یه خط قرمز کشیده، از کلمه نخبه استفاده کردید توی صحبتتونم. الان چون درباره همون مقاله دارید صحبت کنید، چند بار نخبه رو گفتید. مردم از این کلمه نخبه و نخبگان به اصطلاح مانند کسی که مارگزیده شده وحشت دارن، حتی از ریسمان سفید سیاه. میدونم بعضی از دوستان کلماتی مثل فرهیخته و اینها استفاده میکنن. این افراد نخبه، فرهیخته، دانا، توانا که احتیاج به شجاعت و شهامت هم دارن، اینا خودشون قدم به میدون میذارن یا مردم باید برن ازشون بخوان که بیان توی این جبهه ها و جنبش هایی که شما تعریف کردین؟ نه، پرسش بسیار درست و به جاییه. من اول پرسش پاسخ میدم بعد اشاره میکنم به اون آغاز گفتگوتون در این مورد. ببینیم، نخبه نیاز به این نداره که کسی ازش چیزی بخواد. اون باورشه، اون هدفشه، زندگیشه، حاضر هستیشو بذاره که بره دنبالمون و میاد راهنمایی میکنه، راهبری میکنه و نشون میده که چه باید کرد، چه کار باید کرد و خودش با اونها همراه اونهاست. یعنی سر گود با نمیسه بگه لنگش کن. اونی که سر گود با میسه میشه لنگش کن، مثل همین چند نفری که نامهاشون رو بردیم. ببینید، نخبه با تمام وجودش، با آگاهیش، با دانشش، با تجربهش در صحنه حاضره و کار میکنه و گام برمیداره. اینی که آیا ما با بعضی از واژه ها ممکنه مشکل داشته باشیم، مثل همین مونه که اگه خاطرتون باشه فکر کنم یه سال پیش توی یکی از برنامه‌هاتون در مورد روشنفکر گفتگو کردیم و گفتیم ما اصلا انقدر با این مسئله روشن، واژه روشنفکر برای ما نامعنوسه که نمیدونیم مثلا چی هست. نخبه یک واقعاً اشخاصی هستن که یک مسیری رو طی کردن و رسیدن به اون اوجی که هیچ چیزی برای خودشون و منافع خودشون نیست و تعدادشون زیاد هم نیست. من کسانی که تو میهنمون تونستن تأثیرگذار باشن و دیگرگونی به وجود بیارن، فکر کنم مثلا از عباس میرزا یک شروعی شده، قائم مقام بوده، امیر کبیر بوده، میرزا حسین خان سپه سالار بوده، همینطوری یک عده‌ای بودن که بعضیشون خب ما همه میشناسیم و یه عده‌شون هم نمیشناسیم. فرض کنین حداقل میشه گفت 40-50 نفر بودن که انقلاب مشروطه رو درش بسیار اثر داشتن و شرکت داشتن و در به وجود آوردنش و بعد اونایی که برای شکوفا کردنش.
و ما کسانی هم بودن که ما در نخبه کشی ماهرت خیلی بسزایی داریم و همه اینا رو نابود کردیم. و مثلا زمان رضا شاه بعضی از بهترین فرزندان ایران به دستور بیگانگان، به خواست بیگانگان، به وسیله عاملشون در ایران و یه دشون هم اصلا به وسیله حکومت دیکتاتوری نابود شدن در زندان ها، بهشون آمپول هوا زدن و کشتنشون. از شما بسیار ممنونم. دوستان عزیز اگر مایل هستید با آقای لادن تماس بگیرید، وبسایتشون رو اینجا نوشتم، اندیشکده.net. یادتون باشه آخر اندیشکده اون H یا H رو ننویسید. و فیسبوک ایشون صفحش رو در این برنامه نشون دادم، خیلی ساده، امیر H لادن. اگر اشکالی در تماس با ایشون داشتید با من تماس بگیرید، این ارتباط رو برقرار میکنم. و باز هم از شما ممنونم، اگر صحبتی دارید بفرمایید، اگر نه خداحافظی کنیم و امیدوار باشیم هفته آینده هم با شما باشیم آقای لادن. حتما، سپاسگزارم. تنها گفتم اینه که باید با چشم باز، آگاهانه و با برنامه حرکت کنیم و ایرانی ها همیهنانمون بدونن که توانمندن و میتونن به خواسته هاشون برسن. من یه سوال دیگه از شما دارم، یادم رفت قبلا بپرسم. نظرتون درباره جریان ایمپیچمنت یا استیضاح دونالد ترامپ در آمریکا چیه؟ چون من از دیروز یه مقداری واقعا امیدوار شدم، خیلی ناامید شده بودم که این دموکراسی آمریکا از بین میره. چون اولین باری که پرسیده بودن وقتی آمریکا موفق شده بود که میخواین کینگدم داشته، پادشاهی داشته باشین یا جمهوری، گفته بود جمهوری به شرطی که بتونیم نگهش داریم. خیلی بله، خیلی جمله قوی هست. و اینجا دیدیم که داشت لرزان میشد، از بین میره. و حتی اون خانم پروفسوره خیلی قشنگ البته ایراد گرفتن ازش و بعد خودش هم عذرخواهی کرد، به دونالد ترامپ گفت که تو میتونی اسم پسرتو برون بذاری ولی نمیتونی اون بارون بشه که علاوه بچه های پادشاهی نبوده. نظرتون کلن راجع به این جریاناتی که چند روز گذشته اینجا با سرعت داره پیش میره چی هست؟ سپاسگزارم، پرسش بسیار بسیار خوبیه و خوشحالم که اینو مطرح میکنین. برای اینکه به ما این امکان میده که اینو رفت بدیم به میهنمون. ببینین، علت اینی که دموکراسی، مردم سالاری مهمه همینه. توی سیستم دموکرات، توی سیستم مردم سالار یک چیزی میذارن بهش میگن چک اند بالانس، به فارسی اسمش هست اگه خاطرم بیاد، یک کنترل های شما میذارین. اولین کنترل اینه که سه تا قوا مستقل و مجزا هستن. یعنی فرض کنین قوه مقننه و قوه مجریه و قوه حاکم، این ستا کاملا مجزا و مستقل هم. شما نگاه کنین الان اگر اینها مستقل و مجزا نبودن، ترامپ که آرزوی دیکتاتوری داره، آرزوش اینه که یک دونه شاه خودکامه باشه، الان یخش گرفتن. از ترامپ بزرگتر، باهوشتر، عاقلتر نیکسون بود. نیکسون بهش میگفتن امپریال پرزیدنسی، میگفتن رئیس جمهوریش مثل یک امپراتوری رفتار میکنه. دیدین آخرش یخش گرفتن، انداختنش بیرون. چرا؟ برای اینکه تو آمریکا مردم سالاری وجود داره، قوا از هم مجزا هستن، قوا مستقلن. اصل مطلب قانون اساسی آمریکا هست که میخوان پیادش کنن و توی قانون، به خاطر قانون اساسیه که الان تونستن این آقا رو بکشن به چارمیخ و الان امیدش بسیار زیاده. یعنی دیگه مینیمم الان 50-50% شانس وجود داره که اینو بندازنش بیرون، یا اینکه مهارش کنن که خفه خون بگیره تا اینکه دورانش تموم بشه. و باید برای، یعنی ما ایرانی ها باید بیاموزیم که از بت سازی و بت پرستی و مرده پرستی دست برداریم.
از اینی که یک حکومت 20 ساله عامل بیگانه رضا شاه رو ما هنوز اینقدر در موردش کم میدونیم و نمیدونیم که یه عده میگن رضا شاه روحت شاد. من واقعا متاسفم، باید بیدار بشیم، باید آگاه بشیم. ممنونم از شما، به امید دیدارتون. آخر هفته خوبی داشته باشید. سپاسگزارم. خیلی ممنون. خب دوستان عزیز، با آقای امیر حسین لادن بودیم. من یه بار دیگه صفحه فیسبوک ایشون رو به شما نشون میدم، امیر حسین لادن، امیر H لادن، و وبسایتشون هم که اندیشکده.net بود و این ویدیوها هم به زودی هم روی وبسایت اینها و هم توی یوتیوب به صورت بایگانی پست میشه، قرار داده میشه و شماها میتونید از هر جای دنیا به شرطی که اینترنت خوب داشته باشید تماشا کنید. خب آقای بها ابهری در حین برنامه نوشته بودن که اگه امکان داره ایشون هم بیاد صحبتی کنه. اجازه بدین این کار را انجام ندیم امروز به چند دلیل. یکی این که من قبل از این برنامه دو تا مهمون دیگه داشتم در برنامه کانون آوا، آقای محمد عظیم میشمست و آقای هادی ثانی‌خانی، حتما اون برنامه ها رو هم نگاه کنید. بعد توی برنامه خودم با آقای خسرو بهرامی بودم، بعد از این برنامه با آقای حسن ماسالی خواهم بود. بالاخره بها جان گفت جوانی کجایی که یادت بخیر، بعد یادم افتاد که ما جوانی هم همچین مالی نبودیم. اجازه بدین یه وقت دیگه سرحال با هم صحبت کنیم. و من به شما یه پیشنهادی میکنم، یعنی من از نوشتار شما، از صحبتهای شما قبلن هم گفتم، حالا شما شاید نخواهید قبول کنید، که شما حرفی برای گفتن دارید، حالا حتی اگر به صورت برنامه رادیویی تلویزیونی نمیخواین اینا را اجرا کنید، به صورت نوشتن. و دیدید چه قشنگ آقای لادن توضیح داد که هر کدوم از ما به قلمی، به قدمی، بنده به کلامی ممکنه بتونیم یه چیزی بگیم که یه جایی به اصطلاح اثر بذاره. در هر صورت این دعوت شما رو به قول آمریکایی‌ها یک رین چک بهتون میدیم تا برنامه دیگر. و اما چند تا خبر رو که من اینجا براتون گذاشتم میخونیم و با هم برنامه ها رو پی میگیریم. نانسی پلوسی، همین سخنگوی مجلس که سومین شخص مملکت آمریکا است، یعنی اگر الان هواپیمایی باشه یا یه مهمونی باشه یه جا هر دوی رئیس جمهور رو معاونش از بین برن، نفر سوم زمام امور رو در دست میگیره. ایشون دیروز آمد و وقتی که الان اون تحقیقات مجلس دیگه به پایان رسیده و دارن جمع و جور میکنن که اون نامه آرتیکل آف ایمپیچمنت رو بنویسن، نامه استیضاح رو باید بنویسن 1, 2, 3, 4، بعدم اونا میتونن 1, 2, 3, 4 اپیل کنن، فرجام بخوان، یک پروسه ای هست. باز آقای لادن خیلی قشنگ توضیح داد، گفت این الان که 50-50 هست، 50% مردم آمریکا میگن این هم باید استیضاح بشه هم باید بندازنش بیرون. حتی اگه این دو تا کار، این کار قسمت دومش انجام نشه، شاید بتونن این رو مهار کنن. اون قسمتش هنوز امیدوار کنندن و باید صبر کنیم ببینیم چی میشه. و اما ایرونیوز در این باره یک مقاله ای نوشته، اجازه بدین من براتون بخونم. agree and close. بله، نانسی پلوسی گفت ترامپ راهی به جز استیضاح برای ما نگذاشته است. یادتون باشه نانسی پلوسی یکی از اونایی بود که همه بهش نق میزدن دیگه میخوای چی کار کنه که بیای استیضاح کنی، ولی مقاومت کرد، مقاومت کرد و به قول خودش میگه من برای این دعا کردم هر روز و همیشه که بلکه آدم بشه، نشد، حالا یقشو گرفتن. و دیدید که از اون رئیس جمهور فرانسه گرفته، اون صدر اعظم چیه مال کانادا، ما نفهمیدیم، بالاخره این سیستم کانادا هم اینها مستعمره انگلیس هست، خب پولاشون که هنوز عکس ملکه انگلیس احتمالا همینه،
حالا باید بگیم رئیس جمهور یا بگیم چی پرزیدنت، دیدید که اون ستا با اون وروجک جانسون مال انگلستان چجوری پشت سر این گفتن و مسخره کردن وقتی که میکروفون باز بوده و صدا شنیده شد، و انقدر همه به این کم لطفی نه کم محلی کردن که برنامه تموم نشده بلند شد دست زنش رو گرفت و آمد، و اینجا هم دیشب درختار رو روشن کرد، و تو درخت روشن کردن هم مثل همیشه افتضاح، حتی شماره ها و اینا معمولا وقتی این کار میکنن آقا و خانم رئیس جمهور و همسرشون میان با هم این چراغ رو روشن میکنن. این انقدر چیز تنبله گفت که حالا خانمش روشن میکنه، خانم ها هنوز به صفر نرسیده بود یا به یک نرسیده بود روشن کرد، و لباسی هم که پوشیده بود این زن رو مسخره کردن، گفتن مثل کاغذ کادو لباس پوشیده و اینها. در صورت این زن قابل مسخره شدن هم هست، چون زنی که فقط برای پول و مقام یه پیرمردی باش ازدواج کنه، یعنی خودش اول از همه زودتر از همه به خودش بی احترامی کرده، و اونایی که میگن آقا حالا چرا به این بی احترامی میکنن، خب این خودش آمده دیگه، میگن تو فارسی هم میگن چیزی که خارش میکنه خودش سفارش میکنه، اینها جز سفارشیون هستن. خب دوستان عزیز، ساعت 3:43 به وقت واشنگتن، به وقت شرق آمریکا، به وقت نیویورک هست، و برنامه ها رو کم کم داریم فقط جمعه تا جمعه انجام میدیم. خیلی هم بهتره حقیقتش بهتون بگم، ما موقع برنامه میذاشیم امروز پس فردا پس فردا پس فردا، آخرش نگاه میکردیم میدیدیم 200 نفر 300 نفر آمدن دیدن. حالا میبینیم وقتی ما کمتر برنامه اجرا میکنیم تعداد بیننده ها بیشتر شده، شاید به یک زبان بی زبانی به ما میگن کمتر حرف بزنیم. و اما آقای حسن ماسالی رو امروز در برنامه بعد از آقای حسن ارشاد خواهیم داشت، و ایشون همین امروز صبح یک نامه ای رو فرستادن، اجازه بدید من بهتون نشون بدم. از خصلت های برجسته آخوندها برای ما صحبت کردن. یادتون باشه من در مصاحبه قبلی که با آقای دکتر ماسالی انجام دادم، ایشون در خاطراتش گفت که زمان جوانی و قبل از انقلاب در کشورهای دیگه آموزش دیدن، در کشورهای دیگه اسلحه تهیه کردن، اسلحه ها رو وارد ایران کردند، و نتیجهش این شد. اگه بعضیا سوال میکنن آقا روز انقلاب چجوری این همه اسلحه به دست مردم افتاد، سوالش باید از آقای ماسالی پرسیده بشه و ایشون پاسخ بده. خب میگن که از خصلت‌های برجسته آخوندها دروغگویی، دزدی، غارتگری، جنایتکاری، خرافات پروری. حوادث تاریخی ایران نشان میدهند که فقط تعداد انگشت شماری از آخوندها خصلت انسانی داشتند، نظیر طالقانی، لاهوتی. آخوندها برای اینکه مردم را بچاپند قریب 800 امامزاده زنازاده دیگر در نقاط مختلف کشور درست کردند. تاریخ ایران نشان می‌دهد که آخوند پروری توسط انگلستان حمایت می‌شده تا سیاست‌های غارتگرانه خود را گسترش دهد. این را هم اگه کسی خواست یه ایمیل بفرسته تا من براش بفرستم، و در برنامه امروز ساعت 5 بعد از ظهر، یعنی 1:15 دیگه، با آقای دکتر ماسالی این رو به اصطلاح بحث و گفتگو میکنیم. و اما آقای ابهری میگه که خب قرار بود برنامه بریزیم و فرمودید بیوگرافی بذار که در قسمت فارسی گذاشتم. آقای ابهری، من در رابطه با برنامه اون بیوگرافی شما رو نگفتم. وقتی که فهمیدم شما 4 وبسایت دارید و دارید خرجی هزینه میکنید و اینها، همین چیزی که اول برنامه هم گفتم یا قبلا گفتم، گفتم که کسی که مؤسس، دیدید طرف با افتخار می نویسه بنیانگذار این سازمان فلانیه، مؤسس این سازمان فلانیه. من گفتم شما چون مؤسس و بنیانگذار این وبسایت ها هستید و الان هم به اصطلاح ادیتور هستین، یه چیزی هم بهش میگن سردبیر هستید، خوبه که مردم بدونن با کی طرفن و کی می نویسه اینها رو، چه طرز فکری داره، ولی در رابطه با برنامه همون نبوده.
ولی برنامه هامون خداییش من به شما بگم چند بار با هم صحبت کردیم، چون درباره مسائل زیادی صحبت میکنیم، من بهتون گفتم من آدم خیلی ساده هستم. مردا معروفن که میگن در یک زمان یک کار بیشتر نمیتونن انجام بدن. خانم ها خیلی مالتی تاسکینگ هستن، میتونن بچه رو شیر بدن، حواسشون به خوراک باشه. البته حالا خانم ها خیلی میتونن بچه رو شیر بدن، تلویزیون نگاه کنن، آهنگ بخونن. درسته. من دوست دارم شما به من بگی که من تو این چهار قلم جنسی که در این مغازه دارم چه چیزیش کمک میکنه به شما، یا شما چه چیزی رو میخواین. همونجوری که آمریکایی‌ها میپرسه What can I do for you? How can I help you? واقعا همونجوری باشه. ولی لا این تعارفایی که به هم میکنیم و اینها رو بذاریم کنار. آقا شما میخوای چیکار کنی؟ میخوای برنامه بذاری؟ من بهتون گفتم این روزا شما فیسبوک و فیس تایم و نمیدونم فیس تایم نه فیسبوک، اینستاگرام، یکی دیگه هست تیک تاک فلان، اینا ویدیو رو میگیرین دستتون برنامه میذارین. نمیخواین برنامه های اونجوری لوس و یه دقیقه دو دقیقه، میخواین یه شکلی داشته باشه، یه چیزی داشته باشه برای آینده هم بشه استفاده کنین. میتونید برنامه بذارید، ضبط کنین، تکی باشید، خودتون تنها باشید. من از اینجا بگم از پنج بش ما به چهار به یک کراسید شروع کن. این کاری که دیشب کرد ترامپ آبروریزی واقعا. و قبلا اینجوریه برنامه‌ای که من داشتم با دیگران اینجوری بوده، من تو صحنه نیستم ولی اینجا نشستم بهشون میگم که الان همه چیز حاضره، شما از پنج کاونت داون کن به اصطلاح، بشمار به صفر کرستی شروع کن. اونم تو دلش میگه پنج چهار، تو دلش چهار سه دو یک شروع کنه و حرف میزنه. اینجوری پنج دقیقه ده دقیقه یا میخواین یه چیزی رو بحث و گفتگو کنیم. خب من از آقای لادن دعوت کردم که بیان صحبت کنن. گفتن در چه باره ای؟ گفتم درباره مقاله‌ای که نوشتید و درباره موضوعات. ایشون هم درباره اون دیدید قشنگ مقاله رو نوشته و کار بسیار سزاواری انجام میدن که مقاله‌ای رو که نوشتن تو برنامه تقریبا برای من و شما میخونن، یعنی یک کتاب گویا از مقالهاشون داره درست میشه و آرتیکل‌هاشون هم اونجا داره بایگانی میشه. شما پراکنده هستی، شما همین که 5 تا 4 تا وبسایت داره نشون میده که میدونید. ببخشید اینو میگم، اما مثل اینا که بچه زیاد دارن، حتی اگه اسمش رو پرسی بچه چیه میگه خانم اسم این چیه؟ بله تا آخر بخون. 4 تا هم وبسایت نداره و فقط 2 تا که هر کدوم لازمه. والله خودت به من گفتی 4 تا که من گفتم برای 4 تاش این مبلغ رو میدید، مبلغ خوبیه. اینم نشونیش که 4 تا. حالا اگه 2 تاشو کار میکنی فعلا 2 تاشو گذاشتی استراحت کنن، اون حرف جدا. میدونید که جوکای میگن درباره ماشینای رنج روور، رنج آور و جگوار، میگن اینا ماشینای بدی هستن. 2 تاشون هم انگلیسی هم متاسفانه. میگن که هر وقت میخوای بخری 2 تا بخر، چون یکیشو باید بذاری تو شاپ مکانیکی تعمیرگاه، یکیشو استفاده کنی. شما هم شاید این وبسایت ها رو دارید اینجوری استفاده میکنید و نمیتونم عزیز من شما یه روزی بیا بشین من اصلا این صفحه رو به شما نشون بدم. اصلا شما وقتی میگی تا آخر بخون، ببین چیزی که من اینجا میبینم، یه جوکی هم در این مورد هست، میگه آقا از اینجا اینجوری به نظر میرسه. ببین عزیز من، من از اینجا اینجوری میبینم. بذارید بهتون نشون بدم کامرای دو. ببین یه پاراگرافش خونده میشه، ما ایرانیان که بلد نیستیم اصلا اینجا چه لزومی داره شما بعد از این گفتم داد 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 بعد فاصله بذاری بری نقطه بعد. هر یه خطی که میری پایین من اینجا کمتر میبینم. بعدم سی مور یعنی باقیشو برو بعدن بخون، یعنی کلیک باید بکنم. من اینجا نمیتونم، این کار اینجوری نیست. بعد اینجوری میشه، اینو بخونم شما بیشتر مینویسی، بیشتر رو بخونم شما بیشتر تر 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 مینویسی. اینجوری نمیشه عزیز من. اگر میخوایم کاری انجام بدیم باید ابزار و وسائل و برنامهش رو داشته باشیم. باز شیرازی ها گفتم یه مسئله هست خیلی زشته ولی درسته، میگه اگه میخوایم یه چیزی بخوریم باید قاشق خوردن اون چیز همراهمون باشه. آقای لادن تو این مقاله قشنگ توضیح میده وسیله چیه، ابزار چیه. این دوستانی که همشون اینجا جنبش رو انداختن هیچ کدومشون وسیله ندارن. وسیلهش آدمیه که این کار رو انجام بده. سازمان مجاهدین میگه شورش ها. آقا شورشی ها کی هستن؟ والا یه زنگ بزنن بهشون میگن آقا ما کانون شورشی هستیم پول بدید. ببینن پول میده مجاهدین بهشون؟ یعنی چه کانون شورشی ها بیان بیرون کشته بشین من عکستونو بندازم؟ باریکلا. خب
ساعت 3:51 است. من برای اینکه برنامه آقای حسن ارشادم سر موقع پخش بشه و بعدم بتونم آماده بشم برای برنامه آقای حسن ماسالی، اجازه بدین همینجا ازتون خداحافظی کنم یا یه چیز دیگه هم بخونم و برم. واکنش تند کره شمالی به تهدید آمریکا. دوباره آمریکا این دیوانه کوتوله کره شمالی رو راکتمن خطاب کرد، اونم گفت که اگه منو دوباره به این اسما چی کنی، منم اسمایی که برای تو ساختم آدم تنبل چاق فلارینا شروع میکنم، و قول داده که برای کریسمس یه هدیه‌ای داره برای آمریکایی‌ها. این قول به صورت تهدیده. حالا ببینیم آمریکا چی کار میکنه، چون آمریکا هر وقت که تهدید شده در مقابل تهدیدها کوتاه آمده. چه این تهدید از طرف احمدی نژاد بود درباره جورج بوش بیرینگیدان، اونم گفت بیا وسط خیابون، چه کشورهای دیگه. ببینیم حالا ترامپ چه خواهد کرد. در اصل ممنون و متشکرم از شما دوستان عزیز. لطف کنید همینجا برای من بنویسید کدوماتون این برنامه من رو با دیگران شیر میکنید. اگه برنامه من رو با دیگران شیر نمیکنید، لطف کنید برنامه دیگران رو هم برای من نشیر کنید نه بفرستید. آدم بی‌انصافی نباشید. بهترین آرزوها رو براتون دارم که سلامتی است و شادی. اگه شاد باشید سلامت هم هستید، اگه سلامت باشید شادم هستید. روز روزگار خوب و خوش بر شما و حمایت از تلویزیون مردم فراموش نشه. مرسی که با تلویزیون مردم بودید. ممنون که با برنامه سوربی با مردم بودید. مرسی.